آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه 15 مهر ماه. به راستی این قافله هم عجب میگذرد و با چه سرعتی. و این سال چیه؟ 1400 هم 6 ماهش با سرعت برق و باد گذشت و 7 اکتبر این سال هم به پایانش نزدیک میشه و خرسندم که میتونیم از این طریق در خدمت شما خوبان و نازنینان باشیم. روزهای عرضم به حضور شما که پنجشنبه است، میریم خدمت آقای دکتر مصطفی دانش. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای دانش و خوش آمد بگیم حضور این بزرگوار رو. آقا سلام میکنم به شما. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن. ممنون از حضور و مهر. قبل از اینکه وارد موضوعات بشیم، از طالبان بگیم، از سفر عبداللهیان بگیم، بذارید از سفر خودمون صحبت کنیم، از ماجرای حال و احوالات خودمون، چون تا اینجا رو فکر کنم درست نکنیم نمیتونیم به اون ور برسیم. لذا از شما میپرسم که سرنوشت کتاب به کجا رسید؟ این فانریزینگ کارش رو به کجا رسوند؟ کتاب خوشبختانه در مجموع در حدود 500 صفحه به انگلیسی ترجمه شده و مترجم کتاب در حال ویرایش کتابه، داره ادیت میکنه کتابه، در حال ویرایش کتابه و کوشش میکنیم که در همین روزها و هفته های آینده بتونیم یک ناشر آمریکایی پیدا بکنیم که این کتاب رو منتشر بکنه. خب شما از فاندریزینگ صحبت کردین، در واقع اون مخارج بزرگی رو که باید این کتاب متحمل بشه یا من برای انتشار انگلیسی این کتاب متحمل بشم، نتونستیم در اون فاندریزینگ جمع آوری بکنیم، یعنی کمک های بزرگی که باید میشد. ولی خوشبختانه همونطوری که خدمتتون گفتم کتاب ترجمه شده، 500 صفحه شده در 8 فصل این کتاب به انگلیسی و در حال ادیت شدنه و تمام امید و آرزوی من اینه که با کمک دوستان و کمک شما و کمک تمام کسانی که در واقع حامی برنامه های من بودن و حامی سخنان من بودن بتونیم این کتاب رو به انگلیسی منتشر بکنیم. و در اینجا از همه دوستانی که واقعا مایلن به طریقی به این کتاب کمک بکنن، چه کمک های مالی، چه کمک از این نظر که اگه ناشرینی در آمریکا میشناسید یا شخصیت هایی رو میشناسید که ما میتونیم از طریق اونها با ناشرین بزرگ آمریکایی تماس بگیریم، بتونیم تماس بگیریم و این کتاب رو در اختیار اونها بذاریم. این خواهشی است که من از دوستان دارم و امیدوارم که در آخر امسال، یعنی در ماه دسامبر یا آخرین فرصت در ماه ژانویه امسال، این کتاب در اختیار دوستداران قرار بگیره. آره البته حالا حتما هم نباید ناشر آمریکایی باشه، میتونه یه ناشر آلمانی باشه، ناشر انگلیسی باشه، ناشری باشه که در حقیقت بتونه کتاب رو اونجوری که شایسته این کار پرزحمت شما هست معرفی بکنه. عرضم به حضور شما که وقتی که من این کتاب شما رو حقیقتش همجوری جست گریخته خوندم، ولی وقتی که آقای ناصرخان شاهین‌پر حکم کرد که این کتاب رو بخوان و من شروع به خواندن کتاب کردم، واقعا حسم اینه که همه ایرانی ها، همه کسانی که دل در گروه آزادی دارن باید این کتاب رو بخونن. کتاب رو بگیرید، به دوستانتون هدیه کنید. میتونید به صفحه وبسایت ما مراجعه کنید، اونجا لینک کتاب هست، شرکت کتاب لینکش اونجا هست، میتونید از طریق شرکت کتاب
سرچ کنی و اسم کتاب رو که بزنی یا اسم آقای دانش رو که بنویسی حتما کتاب بالا خواهد اومد و شما میتونید سفارش بده. اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، مطمئن باشید که حتما کتاب رو به دستتون خواهیم رسون. این یه چیزیه که گفتم قبل از این که برسیم به ماجرای وطن، خوبه که اول به ماجرای خودمون برسیم و از همینجا آغاز کنیم. منم خوشحالم که شما این خبر رو دادید و راجع به اینکه کتاب تا چه حدی پیشرفت کرده خیلی هم خوشحال شد. بذارید بریم از اینجا شروع کنیم که رئیس آیسای پاکستان تغییر کرد. این چه معنی دارد؟ چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ این با آقای حمید چه فرقی داره؟ این کیه؟ ببینید در واقع رؤسای سازمان امنیت نظامی پاکستان هر دو سال در میون و گاهی وقت سه سال در میون تغییر پیدا میکنن، ولی در سیاست خود پاکستان و در سیاست ارتش پاکستان در رابطه با سازمان امنیت نظامیش هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد. در واقع باید بگیم که سیاست سازمان امنیت نظامی پاکستان یک سیاست راهبردی، سیاست استراتژیکه که پاکستان دنبال میکنه و این از طریق سازمان امنیت نظامی پاکستان ISIS که در این منطقه پیاده میشه این سیاست. و خب ما میبینیم که این سیاست از زمان جنگ سرد تا به امروز ادامه داره و هیچ گونه خللی در این سیاست به وجود نیومده. همونطور که در جنگ سرد سازمان ISIS پاکستان پدیده جهادیست های عرب و پدیده جهادیست را در منطقه به وجود آورد و از کمک های شدید کشورهای غربی کمک های زیادی را به دست آورد، امروز هم میبینیم که در منطقه همون سیاست ادامه داره، همون سیاست هایی که در دشمنی با هندوستان قرار داره، در حمایت از طالبان امروز در افغانستان قرار داره و اینکه در واقع افغانستان پل پاکستان به آسیای میانه است و همیشه پاکستان در افغانستان نقش اساسی رو بازی میکرده. زمانی توسط مجاهدین افغانستان این نقش رو بازی کرد و زمانی که مجاهدین دیگه قادر نبودن منافع پاکستان رو در جنگ داخلی مجاهدین تامین بکنن به طرف طالبان رفت و طالبان رو پدیده طالبان رو به وجود آورد و در افغانستان در واقع با اشغال آمریکا و نیروهای ناتو و 48 کشور جهانی با کمک پاکستان طالبان موفق شدن پیروز بشن. همیشه به این مطلب باید اشاره کرد. آقای بهبهانی زمانی نمیشه حتی یک لحظه فراموش کرد که مرکز فعالیت طالبان در 20 سال گذشته در پاکستان بوده، یعنی پاکستان مرکز نظامی طالبان، مراکز لوجستیکی طالبان و از داخل پاکستان به افغانستان حمله می کردند و موفق شدند کابل را در 15 اوت امسال به تصرف خودشون در بیارن. و در این رابطه نقش سازمان امنیت نظامی پاکستان ISI نقش بسیار بسیار دقیقی بوده و رؤسای مختلف سازمان امنیت نظامی پاکستان در واقع این سیاست رو همیشه ادامه دادن. به امروز شخصی به نام انجم، جنرال انجم در واقع رئیس سازمان امنیت نظامی پاکستان ISI شده و من شکی ندارم که در آینده هم این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا افغانستان برای پاکستان غیر قابل صرف نظره، هم در مبارزه با هندوستان و هم در رابطه با مسیرش از طریق افغانستان به آسیای میانه. در واقع این یک مسیر حیاتی برای پاکستانه و طبیعتاً پاکستان در این رابطه به کمک طالبان خواهد شتافت و طالبان رو در موازه‌ای قرار خواهد داد که بتونه منافع پاکستان رو تامین بکنه. یعنی هر گونه جنگ داخلی و آشوبی که در افغانستان وجود داشته باشه باعث این میشه که منافع پاکستان از طریق افغانستان به آسیای میانه تامین نشه. این سیاستی است که همیشه پاکستان در نظر داشته که با عواملی که در کابل به قدرت میرسن بتونه منافع خودش رو تامین بکنه و امروز هم سازمان ISI پاکستان و رئیس جدید سازمان
نظامی امنیت نظامی پاکستان ISI همین سیاست در افغانستان پیاده خواهد کرد. جالب بودش که همون روزی که طالبان وارد افغانستان شد، رئیس ISI هم با خنده و شادی و فنجان چای در دست تصاویرش در دنیا مخابره شد و گفت حالا همه چیز خوب خواهد شد، صبر کنید. امروز 7 اکتبر در سال 2001 در چنین روزی، یعنی ما در 11 سپتامبر 2001 ماجرای حمله به برج‌های دوقلو رو در نیویورک شاهد بودیم که خیلی حیرت انگیز بود که دوربین ها لحظه به لحظه همه چیز رو ضبط و ضبط کردن. البته ما میدونیم که این دوربین ها همیشه در حال ضبط و ضبط هستن و تا هر موقع که خودشون دستگاه های اطلاعاتی تمایل داشته باشن بخشایش رو به نمایش میذارن، هر وقت هم که لازم نباشه همه رو نابود میکنند و پاک میکنند و از بین میبرند. چنانکه جمهوری اسلامی دیدیم تمام دوربین ها رو پاک کرده و بعد میگه که نخیر، چون اونجا رو آتیش زد اسرائیل، دوربین ها در نتنز پاک شد. خب میگن، اما گفتم بعد از عملیات 11 سپتامبر در چنین روزی آقای جورج دبلیو بوش پسر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که ما میریم و این ماجرا رو ختم به خیر خواهیم کرد، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. خاطره شما از 7 اکتبر 2001 چیه؟ چی چیزی به یاد میاری از اون روز؟ در روزهای قبل از 7 اکتبر 2001 من در تماسی که با جنرال دوستم در افغانستان داشتم موفق شدم قبل از روز 7 اکتبر 2001 به شمال افغانستان برم. از طریق ازبکستان به شمال افغانستان رفتم و موفق شدم به اون منطقه برم که جنرال دوستم در اونجا پایگاه خودشو داشت. یعنی در واقع آن چیزی که من در 7 اکتبر 2001 مشاهده می کردم آن چیزی بود که در شمال افغانستان و در کنار جنرال دوستم عده زیادی از افسران سازمان سیای آمریکا رو می دیدم که در کنار جنرال دوستم قرار داشتن و اونها قبل از اون در واقع وارد افغانستان شده بودند و با کمک جنرال دوستم در شمال افغانستان در صدد پیدا کردن پایگاه های طالبان بودند و یکی بعد از دیگری بعد از 7 اکتبر در واقع این پایگاه های طالبان در شمال افغانستان را با رهبری جنرال دوستم نیروهای آمریکایی و نیروهای هوایی آمریکایی از بین می بردن. من در اون روزا در کنار جنرال دوستم و افراد سازمان سیاهی آمریکا که در لباس افغانی و در کوها و دشتهای مناطق ازبکنشین شمال افغانستان فعالیت داشتم در کنار آقای جنرال دوستم بودم و این مشاهداتی بود که من در اونجا انجام میادم و طبیعی بود برای من که با کمک جنرال دوستم و بعدنم میدونین که فیلمی هالیوود از جنرال دوستم و این افسران سازمان سیاه آمریکا ساخت به نام 12 جنگاور و این فیلم فکر میکنم در سال 2019 یا 2018 ساخته شده و این مشاهدات من بود در اون روزها، گرچه هنوز من دقیقا نمیدونستم که در روزهای بعد چه خواهد گذشت، ولی واقعیت این بود که نیروهای آمریکا وارد افغانستان شده بودند قبل از روز 7 اکتبر 2001 و در کنار جنرال دوستم در شمال افغانستان میجنگیدند. فکر میکنم در شرق افغانستانم نیروهای آمریکا و ویژه آمریکا و نیروهای ضربتی سازمان سیای آمریکا در شرق افغانستان هم با رهبران سابق مجاهدین من جمله کرزای و برادر کرزای شخصی به نام الحق در واقع رابطه داشتند و وارد افغانستان شده بودند قبل از اینکه جنگ به طور رسمی اعلان بشه. یعنی در واقع قبل از
شروع جنگ در هفته اکتبر این جنگ شروع شده بود و بعداً نیروهای هوایی آمریکا بمباران شدید افغانستان را شروع کردند و در مدت چند دفعه طالبان طاقت شدند. این آن چیزی است که من در روز هفته اکتبر به خاطر دارم و خوب جالبه که بعدها شاهد بودم که در شمال افغانستان زمانی که دولت طالبان در کابل سقوط کرده بود هنوز نیروهای پاکستانی و نیروهای القاعده و به ویژه چندین هزار از جنگجویان طالبان و رهبران طالبان در شمال افغانستان در شهر قندوز افغانستان هنوز پایگاه خودشون رو داشتن و در اون محاصره‌ای که شهر قندوز شده بود توسط ژنرال دوستم و نیروهای ویژه سازمان CIA آمریکا، من در اونجا حضور داشتم در دشت‌ها و کوههای شمال افغانستان در نزدیکی شهر قندوز. چندین روز در واقع این محاصره این شهر توسط نیروهای ژنرال دوستم که خودشون رو به این منطقه رسونده بودن محاصره شده بود و در کنار ژنرال دوستم نیروهای، همونطوری گفتم، در واقع نیروهای سازمان CIA بودن که قرار داشتن، افسران سازمان CIA، و به دستور اونها بود که ژنرال دوستم و شخصی به نام ژنرال داوود خان که تاجیک بود به این شهر حمله کردند و در مدت چند روز بیش از چندین هزار نیروی طالبان رو در این شهر دستگیر کردند، به زنجیر کشیدند و از این شهر خارج کردند. و برای من این صحنه بسیار وحشتناک و تعجب آور بود که در واقع 3,000-4,000 جنگجویان طالبان رو به زنجیر کشیده بودند، در مدت چند روز اینها رو از شهر خارج میکردند، به دشتهای اطراف این شهر میآوردند که پایگاه‌های صحرایی نیروهای دوستم و ژنرال تاجیک داوود خان بود. اینم بگم که داوود خان یکی از محافظین، سرمحافظین احمد شاه مسعود در سابق بود و بعداً شد معاون وزارت داخله در زمان اشغال آمریکا در کابل. و این دو نفر موفق شدند، همونطوری که اشاره کردم، بیش از 3,000-4,000 نیروهای طالبان را دستگیر بکنند، به زنجیر بکشند و به خارج از شهر در دشت‌ها و در کوه‌ها در واقع توسط نیروهای ژنرال دوستم و نیروهای ژنرال داوود خان محافظت بشن. و برای من تعجب آور بود که برای انتقال این 3,000-4,000 نفر نیروهای طالبان از این منطقه به شهر جوزجان، به استان جوزجان که پایگاه دوستم بود و باید اینا منتقل می شدن به زندانهای ژنرال دوستم، یعنی منطقه‌ای که 300 کیلومتر با این منطقه قندوز فاصله داشت، چندین ده کامیون با کنتینرهای 40 فوتی در واقع این زندانیان یا جنگجویان طالبان رو در کنتینرها قرار دادن و کنتینرهایی که باید بگم که محفظه‌ای برای تنفس نداشتن. و من به دوستم گفتم که شما موقعی که در حدود 300 کیلومتر در کشور افغانستان که تمام راه‌ها از بین رفته و در واقع این کامیون‌ها باید بین دره‌ها و جاده‌های مالرو حرکت بکنند و این سفر در حدود 48 ساعت طول خواهد کشید، عده زیادی از این طالبان به قتل می‌رسند، مضاف بر این که اصلا نمیتونن تنفس بکنن. باورتون نمیشه، دوستم دستور داد عده‌ای با کلاشنیکوف آمدن و به سوی این کنتینرها که جنگجویان طالبان در اون قرار گرفته بودن به سطح بالای این کنتینرها تیراندازی کردن، با مسلسل تیراندازی کردن و محفظه تنفس برای اینا به وجود آوردن. نمیخوام این داستان امروز یک بار دیگه اینجا بازگو کنم، در واقع در کتابم به طور مفصل به این اشاره کردم، ولی آن چیزی که باعث وحشت بزرگ من بود این بود که من میدونستم در این سفر 300 کیلومتری که هیچ جاده آسفالته وجود نداشت، تمام راه‌ها در جنگ‌های شوروی‌ها با مجاهدین تخریب شده بود و بعدها در جنگ‌های طالبان با نیروهای وحدت شمال تخریب شده بود، اکنون این کامیون‌ها 300 کیلومتر باید سفر می‌کردند و زندانیان رو به زندان‌های ژنرال دوستم به منطقه دیگری در استان جوزجان می‌بردند و من شک و تردید نداشتم که عده زیادی از این جنگجویان طالبان
به قتل خواهند رسید، در این سفر در واقع جونشون از دست خواهند داد. خودمو بلافاصله بعد از اینکه این کامیون ها حرکت کردن به جوزجان رسوندم. در مدت 10 ساعت موفق شدم از این منطقه به جوزجان سفر بکنم، یعنی به جایی که زندان های دوستم قرار داشتن. هنوز کامیون ها نیومده بودند، یعنی در حدود 24 ساعت طول کشید تا کامیون ها وارد این شهر شدند. با تعجب زیاد می دیدم که کامیون ها در جلوی زندان ها توقف نمی کنند، به دشتی می رند به نام دشت لیلی در خارج از شهر و پایگاه جنرال دوستم. و به یک لحظه به این فکر افتادم که شکی وجود نداره، اینها به اون دشت می رند که کسانی که جونشون از دست دادن در واقع از کامیون ها خارج بکنن و در گودال ها مدفون بکنن. و خودم به اون دشت رسوندم، گرچه نیروهای جنرال دوستم سعی میکردن که من به اون منطقه نرم، ولی از اونجایی که آشنایی کامل با جنرال دوستم داشتن و تمام جنرالهای دوستم منو به خوبی میشناختن، موفق شدم به اون منطقه برم و شاهد این فاجعه بودم که دهها شاید صدها طالبان به قتل رسیده بودن، جانشون از دست داده بودن و اونها را در گودالهای مدفون کردن. من قبلا به جنرال دوستم گفته بودم که روزی تو رو به عنوان جنایتکار جنگی خواهند شناخت و دادگاه لاهه در تعقیب تو خواهد بود. جنرال دوستم اشاره‌ای به من کرد در همون صحراهای شهر قندوز، به من گفت من هیچ نقشی اینجا بازی نمی کنم، این دستور آمریکایی است، دستور سازمان سیای آمریکا است و دستور افسرانی است که در کنار من قرار گرفتن و اونها خواهان این هستن که ما این جنگجویان طالبان رو به اونجا منتقل بکنیم. و در واقع اون چیزی که من به جناب دوستم گفتم به واقعیت پیوست و متاسفم که این مسئله رو امروز مطرح میکنم. من میدونستم که دیگه جناب دوستم از اون زمان اگه نظام دموکراتیک افغانستان که نظام ساخته آمریکا بود سقوط بکنه و دولت اشرف غنی سقوط بکنه، جنرال دوستم دیگه جایی در افغانستان نخواهد داشت. طالبان یک لحظه اونو آروم نخواهند گذاشت و تا جونشو نگیرن و به قتل نرسونن از تعقیب اون دست بردار نخواهند بود. همونطوری که دیدیم در همون روزهای اولی که طالبان در واقع شهرهای بزرگ افغانستان رو گرفتن و به مزار شریف در شمال افغانستان حمله کردن، جنرال دوستم مدت چند ساعتی مقاومت نکرد و از افغانستان خارج شد و به ازبکستان رفت. این اون داستان‌هایی است که من در اون زمان در افغانستان، خاطراتی است که از افغانستان دارم و در کتاب خاطراتم رد پای من میراث جنگ سرد به طور مفصل به این مطالب اشاره کردم. بله، بنابراین ما باز هم به دوستان خواهش میکنیم، درخواست میکنیم کتاب رو بگیرید، بخوانید، به دوستانتون هم هدیه کنید. این کار امروز ماست. اما 20 سال از اون روز گذشت و قرار بود که دموکراسی بریم ببرن برای، و گفتش که یه مدلی است این برای ایجاد دموکراسی. و من یه یادداشتی داشتم از قدیم، امروز تصادفاً داشتم کاغذها رو پاک میکردم، به این یادداشته رسیدم که در حقیقت The morale of Afghan resistance went from potentially. این اون داستانی است که وقتی که آمریکایی ها به اینها در حقیقت به نیروهای شمال و مقاومت موشکای استینگر رو دادن و از اونجا بود که داستان حضور شوروی در افغانستان تغییر کرد و اینا تونستن از طریق با موشکای استینگر یکی یکی هلیکوپترها و هواپیماهای روسی رو به راحتی بزنن و روسا دیگه از این بابت واقعا در افغانستان شکست خوردن. ولی میگه که مانیفست این ماجرا of the western liberal state of capitalism true of the world. و بالاخره میگه که ما خواستیم که این اسانس
لیبرالیزم رو ببریم برای افغان ها. آیا چنین اتفاقی اصلا افتاد ظرف این 20 سال به نظر شما؟ افغانستان تونست حس کنه چنین چیزی و لیبرال رو در اونجا حس کنه؟ چی گذشته این 20 سال؟ آقای بهبانی، شما مطالبی جالبی رو در صحبتات مطرح کردید که من اجازه بدید که یک کمی بازترش بکنیم این مطالب رو. ببینید، دادن موشک‌های استینگر به مجاهدین افغانستان در واقع در اواخر سالهایی بود که نیروهای شوروی در افغانستان بودند و زمانی که شوروی در ژنو توافقی با آمریکا و پاکستان به وجود آورد و دولت افغانستان هم پذیرفت که نیروهای شوروی باید از افغانستان خارج بشن، درست زمانی که این توافق در ژنو و عهدنامه ژنو امضا شده و شوروی در حال خروج از افغانستان بود، در واقع آمریکا موشکای استینگر رو به مجاهدین میده. یعنی دیگه مسئله خود شوروی و خروج نیروهای شوروی دیگه مطرح نبود، برای اینکه شوروی ها در واقع تعهدی در ژنو داده بودند و میخواستن از افغانستان خارج بشن و آمریکا هم این تعهد رو داده بود که در آینده در واقع در کنار مجاهدین نباشه و کمک های نظامی شو به مجاهدین رد بکنه و پاکستان هم چنین تعهدی رو در کنفرانس ژنو در عهدنامه ژنو داد که در کنار مجاهدین نباشه و از مجاهدین دیگه حمایت نکنه. ولی ما میدونیم که در 15 فوریه 1989 نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدن. قبلا بیش از 1000 موشک استینگر به مجاهدین داده شد و نقش خلیلزاد در دادن این موشک‌ها نقش اساسی بود در زمان آقای ریگان، اینم باید اشاره بکنم. و قبل از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در واقع مجاهدین با استفاده از استینگر تعداد زیادی از هلیکوپترهای جنگی شوروی را می‌زدند، ولی همونطوری گفتم دیگه مسئله خروج مطرح نبود، شوروی‌ها داشتن خارج می‌شدن و بعدها در واقع این مطرح بود که دولت نجیب‌الله نتونه در افغانستان به حکومت خودش ادامه بده. یعنی دادن موشک‌های استینگر در واقع به این خاطر بود که بعد از خروج نیروهای شوروی در 15 فوریه 1989 دولت نجیب الله نتونه به حکومتش یا ارتش نجیب الله نتونه به مبارزه با مجاهدین ادامه بده، در حالی که ما دیدیم با وجود دادن استینگرها به مجاهدین افغانستان و تعداد زیادی از این استینگرها در اختیار حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در آن زمان بزرگترین حزب و خطرناکترین حزب اسلامی قرار گرفت و همونطوری که میدونید در طول چندین ماه بین خروج نیروهای شوروی از افغانستان و آمدن نجیب الله یا اینکه نجیب الله بدون شوروی ها قدرت رو در دست گرفته بود، در حدود 200 هلیکوپتر جنگی شوروی سقوط کردند، چندین بمب افکن شوروی سقوط کردند در اثر اصابت موشک‌های استینگر و این در واقع به این خاطر بود که بعد از اون ارتش افغانستان نتونه برای مجاهدین موفقیت داشته باشه. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که در حدود 3 سال بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در فوریه 1989 هنوز دولت نجیب الله تا سال 1992 در اپریل سال 1992 موفق شد که قدرت خودشو در افغانستان حفظ بکنه. اینم به این خاطر بود که ارتش افغانستان یک ارتش کلاسیک بود، یک ارتش ملی بود در افغانستان، یعنی ارتشی که در طول چندین ده سال در این کشور به طور کلاسیک تکامل یافته بود و اکثر ژنرال های این ارتش یا در آمریکا تحصیل کرده بودند یا در شوروی سابق تحصیل کرده بودند در رهبری این ارتش قرار داشتند و نجیب الله موافق شده بود که در حدود 3 سال تمام این ارتش رو حفظ بکنه. مجاهدین قادر نبودند حتی با ارتش نجیب الله و داشتن 1000 موشک استینگر هم این ارتش رو ساقط کنند.
آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد، در واقع من در چندین بحث با شما اینو مطرح کردم و امروز هم یک بار دیگه مطرح میکنم، برای که کمتر کسی در این مورد صحبت میکنه که در واقع اون نظام قبیله‌ای و اختلاف قبائل و اینکه ترکیب خود دولت نجیب الله هم بعد از رفتن شوروی ها در واقع یک ترکیب قبیله‌ای در حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعداً به نام حزب وطن مشهور شد در واقع وجود داشت و این قبائل بودند که در داخل خود حزب وطن نجیب الله در واقع با هم با مشکلات عظیمی روبرو بودند و قبایل پشتون در داخل حزب سعی می‌کردند در واقع بتونند حکومت آینده را، حکومت آینده افغانستان را در دست پشتون‌ها قرار بدن. و باید به این مطلب اشاره بکنم که خود شخص نجیب الله یک شخص پشتون بود و این اختلافات شدید در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان باعث شده بود که حتی نجیب الله این اشتباه رو بکنه به عنوان رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا رهبر حزب وطن که بعداً به عنوان رهبر حزب وطن معروف بود، در واقع این اشتباه رو بکنه که در مناطق غیر پشتون نشین در شمال افغانستان به ویژه در استان بلخ، این بزرگترین استان غیر پشتون ها که نیروهای که گروه های ازبک و اقوام ازبک، هزاره های شیعه و تاجیک زندگی می‌کردن، بیاد در واقع در اونجا استانداردهای پشتون رو سر کار بذاره و این اشتباه بزرگ نجیب الله بود. این باعث قیام اقوام در داخل خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر علیه پشتون ها در داخل این حزب شد و با کودتایی در واقع نجیب الله رو ساقط کردند. یعنی باید امروز به دوستانمون که شاید این تاریخ افغانستان رو نمیشناسن باید این مطلب اشاره بکنیم، در واقع این ترکیب قبیله‌ای بود که باعث کودتایی در داخل حزب دموکراتیک افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم که یک شخص ازبک بود و به رهبری جنرال سپهبد مومن که یک شخص تاجیک بود و حتی جنرال های گروه اسماعیلیه در واقع در شمال افغانستان چنین کودتای اتفاق افتاد و در کنار در واقع جنرال های ازبک و جنرال های تاجیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احمد شاه مسعود در واقع این شخص مجاهد تاجیک رو قرار دادن، به این خاطر از احمد شاه مسعود کمک خواستن، شخص مجاهد، به این خاطر که بعد از سقوط نجیب الله پشتون ها دیگه در کابل حکومت رو در دست نداشته باشن، به این خاطر در واقع جنرال دوستم ازبک، جنرال مومن تاجیک و احمد شاه مسعود در واقع این شیر پنشیر که با برعلی نجیب الله می جنگی در این کودتا شرکت داشتن و حکومت نجیب الله را ثابت کردن و در واقع این پیروزی مجاهدین نبود که با داشتن استینگر ها موفق شدن ارتش افغانستان را از بین ببرن، بلکه این کودتای نظامی بود. یعنی در واقع بعد از این که در سال 2001 نیروهای آمریکا و نیروهای 48 کشور جهانی وارد افغانستان شدند و 28 کشور ناتو وارد افغانستان شدند، توجهی به این نظام قبیله این کشور نداشتند و توجه نداشتند که در طول 300 سال پادشاهی در افغانستان، تقریبا 300 سال پادشاهی در افغانستان، همیشه پشتون‌ها در کابل حکومت کرده بودند، به جز یک دوره 5 ساله، در دو دوره 1 ساله و 4 ساله در واقع تاجیک ها در افغانستان حکومت کردند، یکی در زمان امیر عبدالله خان یا اسمش یادم رفت حبیب الله خان، معذرت میخوام، امیر حبیب الله خان بود که با کشتن نادرشاه پدر ظاهرشاه یک سال به عنوان یک امیر تاجیک ها در کابل حکومت کرد، ولی در همون سال هم دیدیم که پشتون ها و جنرال های پشتون و گروه های پشتون از شرق و جنوب افغانستان به کابل حمله کردند و حبیب الله خان رو در کابل به دار زدن و دوباره حکومت پشتون ها این بار با ظاهر شاه که حکومت رو به دست گرفت دوباره احیا شد. و یک بار هم ما میدونیم که بعد از سقوط آقای نجیب الله در سال 1992 تا سال 1996 این تاجیک ها بودن، یعنی ربانی و
تاجیکای افغانستان بودن که تونستن در کابل حکومت رو به دست بگیرن و در کنار اونها ازبک‌ها و نیروهای دیگه بودن که در همون زمان هم دوباره بین این ائتلاف در کابل اختلاف شدیدی به وجود آمد. جنرال دوستم از این ائتلاف کنارگیری کرد، حاکم شمال افغانستان بود، بر علیه ربانی و احمد شاه‌مسعود در کابل می‌جنگید. یعنی همیشه ما در افغانستان با مشکلات قبائل روبرو بودیم، با جنگ قبائل روبرو بودیم و در واقع نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو که برای افغانستان شدن یا این نظام قبیله‌ای را نمی‌شناختند یا فکر می‌کردند که در مدت کوتاهی می‌تونن با نیروهای نظامی خودشون، نیروهای نظامی 48 کشور جهانی، بتونن در واقع این نظام قبیله‌ای را در افغانستان از بین ببرن و از یک نظام قبیله‌ای یک ملت بسازن. فراموش نکنیم که آقای جورج دبلیو بوش موقعی که به افغانستان حمله کرد میگفت ما در افغانستان ملت خواهیم ساخت. یعنی فراموش نکنیم این مطلبی است که اصلا توجه به تاریخ افغانستان و نظام قبیله‌ای افغانستان این شخص، یعنی آقای جورج دبلیو بوش که رئیس جمهور افغانستان بود، یا آشنایی نداشت یا حتی مشاورینش به او نگفته بودند با چه مشکلاتی در افغانستان روبرو خواهند شد. یعنی دلیل اساسی شکست نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو و 48 کشور دیگری که در افغانستان در کنار ناتو و آمریکا بودند، یکی از دلایلش همینه و هیچ موقع توجهی نشد. و امروز سوالی که شما میکنید جالبه. خب سوالی میکنید بعد از سقوط کابل و تصرف کابل توسط طالبان در 15 اوت امسال، باید بگیم که آمریکا 4 هدف رو معرفی کرده بود زمانی که به افغانستان حمله کرد. 4 هدف. هدف اول این بود که آمریکا مطرح میکرد ما بر علیه تروریسم جهانی خواهیم جنگید، یعنی جنگ علیه ترور. خب اول صحبت بکنیم آیا آمریکا به این هدفش رسیده؟ جنگ علیه ترور از افغانستان شروع شد و قرار بود به تمام مناطقی که القاعده و نیروهای داعش و نیروهای اسلامگرای افراطی در اونجا فعال هستن کشیده بشه. امروز میبینیم که نه تنها در افغانستان این جنگ بر علیه ترور پیروز نشده، امروز یک بار دیگر افغانستان مورد تاخت و تاز القاعده و نیروهای افراطگرای ایغورها از چین و نیروهای اسلامگرای ازبکی و تاجیکی و حتی نیروهای بلوچی ایران قرار گرفته، بلکه میبینیم که در واقع این تروریست در جهان هم اشاعه پیدا کرده، گسترش بسیار بزرگی یافته. امروز شما در شمال آفریقا در کشور مالی میبینید که نیروهای ناتو یکی پس از دیگری میخوان کشور ناتو رو ترک بکنن. یعنی در اونجا نیروهای ناتو بر علیه نیروهای افراطگرای اسلامگرای شمال آفریقا میجنگیدن و نیروهای آلمان دست زدن اونجا رو ترک بکنن و نیروهای فرانسه به دستور مکرون میخوان به زودی اون منطقه رو ترک بکنن. و امروز ما میدونیم که در واقع دولت مالی دست به دامن روسیه و مزدوران شرکت مزدوران واگنر روسیه شده که نیروهای روسیه وارد اون منطقه بشن، نه نیروهای ارتش روسیه، بلکه نیروهای مزدور روسیه به نام واگنر، همون نقشی رو که در سوریه بازی کردن در مالی بازی بکنن بر علیه نیروهای اسلامگرا. ما در این چنین شرایطی قرار داریم که باید بگم که هدف اصلی آمریکا و جورج دبلیو بوش، یعنی جنگ بر علیه ترور، در واقع موفق نشدن و به نتیجه نرسید. هدف دوم آمریکا این بود که میگفت ما در افغانستان دموکراسی میسازیم، یعنی حکومت قانون، دموکراسی به معنای حکومت قانون، و در واقع باعث میشیم که زنان افغانستان آزاد بشن و تساوی حقوق زن و مرد در افغانستان به وجود بیاد. گرچه فعالیت‌های شدیدی شد در افغانستان، گرچه 3 میلیون کودکان دختر افغانستان به مدارس رفتن، گرچه شکوفایی عظیمی در دانشگاه‌های افغانستان و عده زیادی زنان و دختران جوان افغانستان به دانشگاه‌ها رفتن که تعدادشان از جوانان هم بیشتر بود، گرچه در پارلمان افغانستان 69 زن در واقع نماینده پارلمان بودن و در شهرهای بزرگ افغانستان تا اندازه‌ای به طور نسبی تساوی حقوق زن و مرد وجود داشت، ولی امروز می‌بینیم که با آمدن نیروهای
طالبان به قدرت و این که در واقع طالبان موفق شدند یک بار دیگه قدرت رو به دست بگیرن، تمام اون پیروزی ها و اهدافی که آمریکا در نظر داشت، یعنی دموکراسی و حقوق قانون، از بین رفته، تا جایی که امروز زنان افغانستان جرأت خارج شدن از خونه های خودشون رو ندارن. در روزهای اول تظاهراتی کردند و متاسفانه باید بگیم که این تظاهرات با سرکوبی شدید روبرو شد و امروز می‌بینیم سکوت مطلق در افغانستان حتی توسط زنان افغانستان داره اجرا میشه. یعنی در واقع باید بگیم که حکومت قانونم از بین رفت. و باید در اینجا من یک جمله رو بگم که تکمیل بکنم اینو. ببینید، من معتقد بودم، من فکر می‌کردم موقعی که آمریکا وارد افغانستان میشه باعث بازسازی و شکوفایی اقتصاد این کشور خواهد شد، نه تنها اقتصاد در شهرها و شهرهای بزرگ افغانستان، بلکه باعث شکوفایی اقتصاد مردمی که 80% اونها در خارج از شهرهای افغانستان، در روستاها و در دره‌ها و کوه‌ها و در واقع در یک نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند، باید شکوفایی اقتصادی به وجود می‌آمد. ولی امروز می‌دونیم که 70-80% مردم افغانستان در واقع نون شب خودشون رو ندارن. یعنی با وجود نیروهای آمریکا و ناتو و هزینه‌ای که آمریکا و منابع آمریکایی میگن در حدود 2400 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کردن، نتونستن شکوفایی اقتصادی در خارج از شهرهای افغانستان به وجود بیارن و این باعث شد که در مناطق قبیله‌ای در جنوب و شرق افغانستان و مناطق پشتونشین شرایط تغییری نکنه. یعنی اکثریت توده مردمی که در این مناطق زندگی میکردن نصیبی از دلارهای آمریکایی و شکوفایی نسبی اقتصادی در شهرها نداشتن. براشون فرق نمیکرد زنان افغانستان که در خارج از شهرها زندگی میکردن و 80% آنها در خارج از شهرها زندگی میکردن، براشون فرق نمیکرد که طالبان حکومت بکنن یا در واقع نیروهای دولتی در اونجا قدرت داشته باشن. در زندگی اونها تغییر حاصل نشده بود، همون شرایط سابق در واقع سازمان و نظام قبیله‌ای بود. زن هیچ حقی نداشت، زن کنیز مرد بود، زن هیچ حقی رو در این مناطق نداشت و هیچ گونه در واقع شکوفایی اقتصادی به وجود نیامده بود که مردم این مناطق و به ویژه مردمی که در نظام قبیله‌ای زندگی کردن در واقع جذب آمریکا و جذب نیروهای مرکزی دولت مرکزی و دموکراسی بشن. اینا واقعیتایی است که باید بهش اشاره بکنیم. من همیشه معتقد بودم که اگه آمریکا 1/3 مخارجی را که در افغانستان برای جنگ کرد، یعنی در حدود 300 400 500 میلیارد دلار رو برای شکوفایی اقتصادی مردم خارج از شهرهای بزرگ انجام میداد، ما امروز به مراتب نزدیکتر به یک ملت سازی در افغانستان بودیم تا سابق. یعنی اگه پولها و در واقع برای شکوفایی اقتصادی افغانستان هزینه می‌کردن، باعث تحول عظیم فرهنگی هم در این کشور می‌شد، ولی این تحول عظیم فرهنگی به وجود نیامد و امروز می‌بینیم که در افغانستان حکومت قانونی وجود نداره. سومین هدفی که آمریکا داشت می‌گفت ملت‌سازی می‌کنیم، در واقع می‌بینیم که ملتی هم به وجود نیامد و دوباره همون ترکیب قبیله‌ای در این کشور قدرت رو به دست گرفت. و شما موقعی که به نظام حکومتی امروز طالبان توجه بکنید، همه رهبران طالبان پشتون هستند و اجازه ندادند که از گروه‌های دیگه، اقوام دیگه در طالبان نقش داشته باشند. پس بنابراین یک بار دیگه مسئله ملت‌سازی با شکست کامل روبرو شده و امروز پشتون‌ها هستند که در کابل قدرت را در اختیار دارند. و مطلب چهارم حقوق بشره. در واقع هدف آمریکا این بود که حقوق بشر رو در افغانستان پیاده بکنه، لااقل آن چیزی که ادعا میکردن، و امروز از حقوق بشر در افغانستان هیچ خبری نیست. مطلب آخری که در این رابطه باید بگم اینه که امروز تعداد کسانی که، اطفالی که بعد از زایمان در افغانستان فوت میکنن، به مراتب بیشتر از زمانی است که هنوز آمریکا وارد افغانستان نشده بود. این واقعیتی است که سازمان سیای آمریکا و اسناد سازمان سیای آمریکا امروز در اختیار ما گذاشتند. آقا بسیار ممنون، خیلی جامع و کامل بود. عرضم به حضورت که
برمیگردیم دوباره به ماجرای اسف‌انگیز افغانستان و ما هم داریم تلاش میکنیم تو این زمینه تا حداقل بتوانیم کمی مدد یاری رسانی کنیم در حقیقت به دوستانی که فعال هستند. و ما تو همین هفته با خانم دکتر سویلای ستاری و همچنین خانم هوروش پورکیان که خانم پورکیان در هامبورگ هستند و خانم ستاری در کل تظاهراتی رو ترتیب داده بودند در مورد وضعیت زنان بعد از طالبان در ایران و افغانستان که در برلین در مقابل پارلمان بود. امروز هم با خانم مینای هدی گفتگو داشتیم، او هم یه گزارشگونه ای داد و قرار شدش که ما هر روز تا دهم یک برنامه های ویژه داشته باشیم راجع به وضعیت حقوق بشر. عرضم به حضور شما که بذارید این رو رها کنیم موقتا، بریم سراغ وضعیت خودمون، وضعیت اسفبار میهنمون. این حرفایی که این آدم بی سواد در حقیقت داره میگه، امیر عبداللهیان که اشتباهی جای نمیدونم، بگذاریم بپرسیم از شما که گفته که این سه کشور اروپایی رو بی خیال، آمریکا هم که حرفای شفاهیش ارزش نداره، اینا باید 10 میلیارد به ما پول بدن تا ما برگردیم به برجام، برجام هم همونی بود که بود دیگه، هیچی بهش اضافه و کم نکنه. چی میگن اینا و چرا حاضر نیستن به برجام بیاین؟ آیا چیزی دست دارن فکر میکنی؟ دست پری دارن؟ چرا این بلوف رو میزنه؟ بفرمایید تا بشنه. ببینید، به نظر من باید دقت بیشتری در اتفاقاتی که در منطقه داره میافته و یا افتاده بکنیم و یک گذر کوچک تاریخی به گذشته این منطقه داشته باشیم تا بتونیم درک بکنیم چرا عبداللهیان و رژیم تهران امروز چنین موضعی را گرفتن. واقعیت اینه که در طول فعالیت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه امروز ما مشاهده میکنیم که آمریکا داره از منطقه خارج میشه. آمریکا گرچه به کلی از منطقه خارج میشه ولی بخش اساسی نیروهاشو داره به طرف پاسیفیک میبره و آمریکا، خود آقای جو بایدن موقعی که اعلام کرد که من نیروهای آمریکا رو از افغانستان خارج میکنم، مطرح کرد که هدف ما و مبارزه اصلی ما با چین و روسیه است و دشمن اصلی ما چین و روسیه هستیم و یکی از این اهدافی که آمریکا مطرح میکرد در جهت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان هم همین بود. همیشه مطرح میکرد که ما به پاسیفیک میریم و باید مبارزه اصلی خودمون رو در پاسیفیک بر علیه چین انجام بدیم. یعنی باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که در هیچ زمانی در سالهای گذشته نه آقای اوباما خواهان گزینه نظامی برای جمهوری اسلامی بود، گرچه اوباما هنوز صحبت از گزینه نظامی میکرد و همیشه صحبت از این میکرد که اگه ما به توافق اتمی با جمهوری اسلامی نرسیم از گزینه نظامی استفاده خواهیم کرد، ولی اوباما هم خواهان چنین گزینه نظامی نبود و ما میدونیم که اوباما اعلام کرد که ما در سال 2011 از عراق خارج میشیم. یعنی آقای اوباما اعتراف میکرد که در عراق نیروهای آمریکا پیروزی نظامی نداشتند و مشکلات اساسی روبرو هستند و در سال 2011 اوباما نیروهای آمریکا را از عراق خارج کرد. همون زمان در سال 2011 زمانی که ژنرال‌های آمریکا در افغانستان مطرح میکردند که ما در حال پیروزی هستیم و از آقای اوباما میخواستند که نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرسته، در مدت یک سال آقای اوباما
در حدود 70-80 هزار نیروی جدید به افغانستان فرستاد، ولی به زودی متوجه شد که پیروزی نظامی در افغانستان وجود نداره و این در واقع فقط ادعاهای ژنرال‌های آمریکا و به ویژه مک‌کریستال، ژنرال مک‌کریستال در اون زمان بود که اوباما چنین کار رو کرد و بلافاصله در سال 2011 اوباما اعلان کرد که ما در سال 2014 از افغانستان خارج میشیم. یعنی خود اوباما اعتراف میکرد که ما در افغانستان هم پیروزی نظامی نداریم، در عراق هم نداریم. ولی حتی بعدها جانشینان آقای اوباما، یعنی آقای ترامپ و بعدن بایدن، هم خواهان جنگی یا گزینه نظامی بر علیه ایران نبودند. یعنی توجه به این مطلب بکنیم، چندین بار آقای ترامپ ادعا کرد که من امشب جنگ رو شروع میکنم، ولی پا به جنگی بر علیه ایران نگذاشت. در زمانی که جمهوری اسلامی اون پهپاد آمریکا را در آسمان خلیج فارس، در آسمان تنگه هرمز در واقع زد و باعث سقوط آن شد، آقای جون بولتن میگفت که ما امشب جنگ رو شروع میکنیم و رفته بود خونش که لباس زیبایی بپوشه برای اینکه امشب جنگ شروع میشه. موقعی که آقای جون بولتن مشاور امنیتی آقای ترامپ به کاخ سفید وارد میشه، میبینه جو عوض شده و آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که جنگ اتفاق نخواهد افتاد. و حتی توجه بکنیم به این مطلب، آقای اینا مسئله ایست که به نظر من اهمیت داره که چرا امروز جمهوری اسلامی سرکشی میکنه. آره کاملا درست میگی، ببخشی کلامت قطع میکنم. به همین علی اینو نمیفهمم که چرا، میدونم البته اطلاعاتی که من دارم این گونه است که یعنی تایید فرمایش شماست، اوباما این آقای ترامپ اهل جنگ نبود و حاضر نبود هیچ کاری در مورد این جنگ رو، اصلا دوست نداشت، تفریح و اینا رو خیلی دوست داره ولی جنگ رو دوست نداره. و درست اشاره کردی، نه فقط پهپاد، چند مورد بود که همه فکر میکردن آمریکا به ایران حمله میکنه ولی ترامپ اهل این کار. چرا پس روحانی مدعی است که من جلوی جنگ رو گرفتم؟ این ادعای او از کجا سرچشمه میگیره؟ خب روحانی در واقع ادعا میکرد که با مذاکراتی که با آمریکا کرده و خواهان حل مشکل توافق اتمی است. و خوب ما میدونیم که در زمان روحانی هم مذاکرات وین شروع شد. یعنی در واقع روحانی چنین ادعا میکرد که من با این سیاست خودم در قبال آمریکا و در واقع در رابطه با توافق اتمی باعث این شدم که بتونم جلوی جنگی رو بگیرم. ولی من معتقدم که در اینجا آقای روحانی در واقع گزافه‌گویی میکرد، واقعیت‌ها رو نمیگفت. آمریکا خواهان جنگ نبود. آمریکا اگه دقت کرده باشیم، آن روزی که در ماه سپتامبر 2019 در واقع آرامکو، یعنی بزرگترین پالایشگاه‌های آمریکا، توسط موشک‌های نقطه‌زن ایران زده شدند، یعنی 20 موشک و پهپاد به آرامکو اصابت کرد و در واقع به آتش کشیدند پالایشگاه‌های بزرگ عربستان سعودی را، در همان روز آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آقای ترامپ در عربستان سعودی بود. آقای مایک پومپئو در عربستان سعودی در ریاض اعلام کرد که آمریکا اعلان جنگ کرده و در واقع اینطوری وانمود کرد که راه دیگری برای آمریکا نمونده با جنگی با ایران. ولی خب عربستان سعودی و خاندان سلطنت عربستان سعودی به زودی متوجه شدن که آقای ترامپ این بار هم حاضر نبود جنگی را انجام بده. و بعد از کشتن سلیمانی هم، موقعی که ایران بلند شد و پایگاه آمریکا را در عراق زد، آمریکا و ترامپ حاضر نشد جنگی را انجام بده. گرچه باید به این مطلب اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی قبلا به آقای ترامپ و کاخ سفید اطلاع داده بود که ما به این پایگاه حمله میکنیم، ولی واقعیت اینه که به این پایگاه حمله شد و با موشک‌ها در واقع درست اون مناطقی را زدن که مناطق سکونت سربازان آمریکایی بودن که قبلا از مناطق خودشون خارج شده بودن. یعنی این واقعیت وجود داره که این پایگاه آمریکایی زده شد ولی آقای ترامپ حاضر نشد به جنگه. و امروز هم خوب کاملا دقیقه آقای بهبانی مشخصه که آقای بایدن با شرایطی که در منطقه وجود داره، من قبل از اینکه بایدن اصلا به
حکومت برسه باید به این مطلب اشاره بکنیم. یعنی در همون اوایل ماهای ریاست جمهوری آقای بایدن بود فکر میکنم که مکنزی، جنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای سنتکوم در دوحه، در دوحه قطر اعلام کرد که اگه اسرائیل هم شروع به جنگی با ایران بکنه لزوماً بدین معنا نیست که آمریکا وارد جنگ با ایران بشه. یعنی در واقع سومین نفر پنتاگون جنرال مکنزی بعد از وزیر دفاع آمریکا و بعد از در واقع مارک میلی فرمانده نیروهای نظامی آمریکا یا رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، سومین شخص پنتاگون اینو مطرح میکنه. یعنی این سیگنالی بود به رهبران اسرائیل که اگه شما جنگ ایران بدون ما شروع بکنید ممکنه ما ورود به این جنگ نکنیم. این سیگنالی بود که مکنزی به رهبران آن زمان اسرائیل آقای نتانیاهو میداد. یعنی واقعیت اینه که امروز شرایط منطقه فرق کرده. باید به این مطلب اشاره بکنیم که عربستان میدونه که امروز در یمن پیروزی نظامی نداشته و در واقع میلیاردها و صدها میلیارد دلار هزینه کرده بدونه که پیروزی نظامی داشته باشه و راه حل مشکل خودشان در ایران میبینه. متاسفانه باید اینو بگیم، راه حل مشکل یمن رو در ایران میبینه و به همین خاطر 4 دوره مذاکرات در بغداد انجام شده، آخرینش در هفته گذشته بوده که مشخصا معلوم نیست نتیجه مذاکرات چه بوده، ولی در گفته های خود رهبران عربستان و رهبران عراق مشاهده میشه که میگن به نتایج زیادی رسیده با جمهوری اسلامی. یعنی در واقع عراق، عربستان از ایران میخواد که مشکل یمن رو براش حل بکنه. یعنی نفوذی که جمهوری اسلامی در روی حوثی‌های یمن داره، کمک‌های نظامی که میکنه، موشک‌هایی که به یمن داده و این موشک‌ها باعث خطر بزرگی برای عربستان سعودی شده. یعنی اگه ما تمام این جوانه رو دقت بکنیم و مسئله افغانستان رو دقت بکنیم متوجه میشیم که امروز آمریکا دیگه خواهان جنگی نیست با جمهوری اسلامی و این اون مسئله ایست که جمهوری اسلامی میدونه. جمهوری اسلامی قدرت اقتصادی نداره. جمهوری اسلامی در واقع دلارهایی که قبلا از طریق فروش نفت به دست می آورد در اختیار نداره. ولی یک چیز جمهوری اسلامی پی برده که آقای جو بایدن هم بعد از ترامپ خواهان جنگی در منطقه نیست. یعنی شما به تمام سخنان آقای جو بایدن، آقای بلینکن دقت بکنید، یک بار واژه جایگزینی نظامی مطرح نمیشه. چیزی که آقای اوباما همیشه مطرح میکرد، چیزی که آقای ترامپ هم مطرح میکرد. در تمام سخنان آقای بایدن از زمانی که در کاخ ریاست، در کاخ سفید قرار داره و همچنین آقای بلینکن وزیر امور خارجه این کشور، شما یک کلمه و حتی وزیر دفاع این کشور لوید آستین نمیبینید که یک کلمه از گزینه نظامی صحبت بکنه. یعنی جمهوری اسلامی اینو میدونه که حمله نظامی نخواهد شد و خب جمهوری اسلامی مردم ایران براشون مطرح نیست. اینکه مردم ایران 50% 60% در فقر مطلق قرار دارن و در واقع این تحریما کمر مردم ایران شکسته اصلا براش مطرح نه نیست. اون که اصلا براش اهمیت نداره. الان میگه کشتی سوم و فرستاده و در حقیقت هم اونا دروغ میگن، یعنی هم حزب الله به مردم لبنان دروغ میگه، هم اینا دروغ میگن، یه مش چپاولگرن، اسلحه دستشونه گذاشتن تو سینه مردم. همین در حالی که آقای بهبانی یه چیزم باید اینجا توجه بکنیم، در واقع اون تحریم های فشار های ابیکسری که ترامپ گذاشته بود امروز توسط چین نقض میشه. یعنی اینم مهمه. اگه در زمانی که آقای ترامپ بود و ایران در واقع درآمد نفتیش به چندین میلیارد دلار خاتمه میافت، گفته میشد در روز 4-5-6 میلیارد دلار، امروز ما میدونیم که در سال 2020 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا داشت انجام میشد، جمهوری اسلامی در حدود 42 میلیارد دلار واردات داشته. جمهوری اسلامی در سال 2020 طبق اسنادی که وجود داره 42 میلیارد واردات داشته، گرچه در زمان احمدی نژاد واردات ایران 85-90 میلیارد دلار بود، 42 میلیارد دلار بوده. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که از درآمد فراورده های نفتی 30 میلیارد درآمد داشته. حالا سوال اینه که مابقی 12 میلیارد دلار واردات از کجا آمده؟ در واقع این دور زدن تحریم های
آمریکا توسط چینه و همکنون طبق اسنادی که خود شرکت‌های نفتی خارجی گزارش میدن، چین روزانه در حدود 380 تا 400 هزار بشکه از ایران نفت وارد میکنه. خب طبیعتاً تا اندازه‌ای داره تحریم‌های آمریکا رو دور میزنه. و خودشون هم گفتن انقدر نفت رو ارزون میدیم به چینیا که کاملاً چینیا نتونن بگن نه نمیخریم. خب این جالبه و خب نفت ارزون میدن که آمریکا رفت بهشون، یعنی پیشنهاد میده که نخر. ولی این داستان این که آمریکا جنگ نخواهد کرد، ولی این ماجراهایی که اسرائیلیا دارن انجام میدن، یعنی یه کسی هفته پیش از من پرسید که آقا ایران با اسرائیل و آذربایجان، گفتم آقا داستان اینه که این شومن معروف آمریکا آقای بیلمار که جمعه شبها در HBO یه برنامه یک ساعته داره هفته شب، گفتش که این که میگن گرمایش زمین آغاز خواهد شد، این غلطه. گرمایش زمین آغاز خواهد شد نیست، این گرم زمین به اون مرحله رسیده، یعنی گرم شده. نگاه کنید ببینید که بیابی، خشکی، همه اینا اروپا رو هم برداشته. سیل میاد ولی اون موقعی که باید بارون میاد بارون نمیاد، ولی یه بارون میاد و سیل ایجاد میکنه. در مورد افغان، در مورد اسرائیل و ایران هم من باور دارم که جنگ وجود داره، یعنی جنگ الان هست. برای اینکه این تا تکون میخوره خب اون میزنتش، میگه من، شما خودتون بارها اشاره کردی که دستگاه ها رو ما فرستادیم به روسیه برای تعمیر، وقتی که برگشتن توش مواد منفجره کار گذاشتن، ما هم نفهمیدیم منفجر شد. و همین الان هم این دوربینایی که از کار افتاده میگن در اثر همون انفجار بوده، در حالی که خب اینا همه میدونن که دارن دروغ میگن. امروز میگه که ما میزنیم، یعنی علنا اسرائیلیا دیگه دارن بلند داد میزنن که جمهوری اسلامی حرکت کنه، ما میزنیم. آمریکایی ها تلویحا دنبال میکنن، اونجور نیست که مثل گذشته بگه نمی کنم و نمی زنم و اینا. ولی بازم می دونیم فرمایش شما دقیقه، یعنی آقای ترامپ اهل جنگ نبود به دلیل اینکه او اهل خوشگذرانی بود تا اهل جنگ، افسر بزم بود نه افسر رزم. و ولی امروز یه شرایط دیگه است، یعنی ایران یه جوری در چهار طرفش که نگاه میکنیم همه مرزهاش یه شکلی ناامنه. این ناامنی مرزها رو چجور تعریف میکنی شما؟ ببینید، شکی وجود نداره که اسرائیل مطرح میکنه و این آقای نفتالی بنت هم گفته ما با هزار ضربه در واقع بر علیه جمهوری اسلامی میجنگیم و این نظام رو شاید در طولانی مدت از بین میبریم. این صحبتی است که آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم مطرح کرده و قبلا هم ما میدونیم که یوسف کوهن رئیس سازمان موساد هم اینو مطرح کرده بود که ما برنامه‌های زیادی در قبال ایران داریم، برنامه‌های نظامی داریم و ارتش اسرائیل آماده حمله است. ولی خب من همیشه به این مطلب اشاره کردم که اسرائیل امروز و دیروز نیست که این تهدیدات رو مطرح میکنه. اسرائیل از سالهای 2006-2007 اینو مطرح میکرد که ما حمله خواهیم کرد و همیشه مطرح میکرد که جمهوری اسلامی در آستانه تولید بمب اتمی است. و فراموش نکنیم که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واقع اون نقشه انفجار اتمی ایران رو نشون داد و گفت تا 2 ماه دیگه ایران قدرت اتمی میشه. و امروز هم رهبران اسرائیل همین رو مطرح میکنن و تهدید میکنن که ما حمله نظامی میکنیم. ولی باید همیشه به این مطلب اشاره بکنیم که در شرایطی که خاورمیانه قرار داره،
در شرایطی که ما امروز در سوریه میبینیم، در عراق میبینیم، در یمن میبینیم، در خود افغانستان و منطقه‌ای که به نام منطقه شانگهای معروفه، سازمان شانگهای معروفه، یعنی پنج کشور مهمی که در پیمان شانگهای حضور دارن، پنج کشوری که با هم در واقع در حال مبارزه هستن، مانند هندوستان در کنار پاکستان و یا ایران در کنار پاکستان و چین و روسیه در این پیمان شانگهای، موقعی که مشکلات می‌بینیم، در واقع آمریکا به سادگی نمیتونه گزینه نظامی رو بپذیره و اسرائیل به تنهایی من شکی ندارم که حمله نظامی نخواهد کرد، برای که خطر بزرگی برای خود اسرائیل به وجود خواهد آمد، خطری که میتونه شاید کمی اغراق آمیز زیاده روی باشه، خطری که میتونه موجودیت اسرائیل هم به خطر بندازه. یعنی اسرائیل موقعی به جنگی وارد قاعد شد به ایران که 100% این تضمین رو از جانب آمریکا داشته باشه که اگه خطری برای اسرائیل به وجود آمد آمریکا وارد جنگ بشه. در غیر این صورت من شکی ندارم که آمریکا اسرائیل وارد جنگی نخواهد شد و از برنامه ب صحبت میکنه اسرائیل و حتی آمریکا از برنامه ب خودشون صحبت میکنن اگه در واقع ایران به توافق اتمی در وین تن در نده و این توافق رو نپذیره. یعنی برنامه ب میتونه همون صحبتی باشه که شما مطرح کردید، یعنی انزوای ایران در مرزهای ایران، یعنی آن چیزی که امروز ما در آذربایجان میبینیم، در کنار آذربایجان امروز اسرائیل قرار گرفته. واقعیت اینه که اسرائیل پایگاه‌های نظامی در آذربایجان داره، واقعیت اینه که اسرائیل پایگاه پهپادی در آذربایجان داره و پهپادهای اسرائیل از آذربایجان وارد آسمان ایران میشن. این واقعیتی است که ما میدونیم که اسرائیل در واقع در آذربایجان تأسیسات و تشکیلات جاسوسی بسیار بسیار قوی را به وجود آورده، در این مورد هم شکی وجود نداره. و در کنار اسرائیل امروز ترکیه قرار گرفته، ترکیه در واقع هم پیمان بزرگ آذربایجانه. فراموش نکنیم که در جنگ سال گذشته در قره‌باغ در واقع این روسیه بود که باعث آتش بس در این منطقه شد. بندهای آتش بس موقعی که ما مطالعه میکنیم میبینیم اینه که در واقع آذربایجان نباید راه‌های کامیون‌های ایران رو به ارمنستان و از طریق ارمنستان به اروپا در واقع مسدود بکنه. و در همون زمان موقعی که آتش بس بین آذربایجان و ارمنستان توسط با وساطت روسیه و پوتین اتفاق افتاد، مسئله این بود که فقط نیروهای صلبان روسیه در اون منطقه جا به جا بشن. خب شاید آفرین، به همین دلیل که این مرده عبداللهیان میگه روسیه بایستی حواسش به تغییرات مرزها باشه، شاید به همین دلیله، یعنی یه جوری التماس به روسا داره میکنه. 100% در این مورد شکی نیست آقای بهوانی، در واقع برای روسا هم قابل تحمل نیست که در این منطقه حرف آخر ترکیه بزنه. ترکیه بدونید بدون این که در واقع به پیمان صلح آذربایجان و ارمنستان توجهی داشته باشه، نیروهای صلبان به اصطلاح صلبان خودش رو وارد این منطقه کرد، اون مناطقی که در واقع در جنگ آزاد شدن وارد منطقه کرده. همکنون نیروهای ترکیه در اونجا قرار دارن، همکنون گفته میشه که عده زیادی از شورشیان اسلامگرا از سوریه وارد این منطقه شدن، یعنی در مرزهای آذربایجان و ایران قرار دارن. یعنی در واقع اون صحبتی که شما میتونید به درستی درسته، انزوای ایران در منطقه و یکی از سیاست‌های ترکیه و اسرائیل و در واقع ناتو. یعنی ما موقعی که از ترکیه صحبت میکنیم یعنی از ناتو صحبت میکنیم، یعنی پای ناتو در اون منطقه بازه و ترکیه دومین قدرت بزرگ ناتو است، در این مورد هم شک و تردیدی وجود نداره. و امروز موقعی که ترکیه چنین نقشی رو بازی میکنه و در هماهنگی ارتش ترکیه و سازمانهای امنیتی ترکیه با اسرائیل بازی میکنن، باید به این مطلب اشاره میکنیم که گرچه اردوغان گاهی وقت از سیاست ضد اسرائیل صحبت میکنه، ولی ما میدونیم که همیشه ارتش ترکیه و سازمانهای امنیتی ترکیه اعلام کردن که بهترین روابط بین
بین سازمان موساد اسرائیل و سازمان های امنیتی ترکیه وجود داره و بهترین روابط و همکاری بین ارتش ترکیه و ارتش اسرائیل وجود داره و این همکاری رو ما در جنگ سال گذشته در واقع در قره‌باغ کاملا مشاهده کردیم. این نیروهای پهپاد ترکیه و در کنار آن پهپادهای اسرائیل بودن که در واقع نقش اساسی رو در جنگ بازی کردن و این نیروهای شورشی اسلامگرایی بودن که ترکیه وارد کرده بود که چنین نقشی رو بازی کردن در اون منطقه و مناطقی رو آزاد کردن. ولی خب این باعث شده که امروز ایران احساس بکنه، جمهوری اسلامی رو احساس بکنه که ترکیه و اسرائیل و آذربایجان و در کنار آذربایجان امروز تاجیکستان در واقع چنین نقشی رو بازی میکنن که راه و مسیر اصلی ایران از طریق در واقع آذربایجان به ارمنستان و ارمنستان به اروپا را مسدود بکنن. و اگه دقت کرده باشید در روزهای گذشته خیلی جالبه این ترکیب، این رزمایشی که در آذربایجان داره انجام میشه. در این رزمایشی که در روزهای گذشته انجام شده در کنار ترکیه و پاکستان و نیروهای آذربایجان در واقع نیروهای کوزوو، توجه بکنید نیروهای کوزوو و نیروهایی که در اروپا نقش دارن، آلبانی در این رزمایش حضور داشتن، در صورتی که ما میدونیم نیروهای کوزوو و آلبانی در این منطقه نقشی نباید داشته باشن. یعنی در ترکیب نیروهای در واقع رزمایش هایی که آذربایجان داره انجام میشه در کنار ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، کوزوو و آلبانی هم شرکت دارن و نقش بازی میکنن. در واقع اینا میتونن در واقع هدفی باشن که ایران رو بتونن در این منطقه بیشتر و بیشتر منزوی بکنن. طبیعتاً آن چیزی ره که آقای عبداللهی مطرح میکنه و در این سفرش به مسکو توافق میکنه با آقای لاروف وزیر امور خارجه این کشور که در واقع یک گروه سه تشکیل بدن، یعنی از یک طرف در واقع کشورهای جنوب قفقاز، جنوبی قفقاز، آذربایجان، کشور تاجیکستان، کشور گرجستان و کشور ارمنستان در یک سو و ایران، روسیه و ترکیه در سوی دیگر با هم مذاکره بکنن که این مشکل حل بکنن. و شما به درستی میگید که ایران روز به روز به جانب شرق، در مسیر شرق و در واقع به دست و پا میفته که به روسیه به موازه روسیه نزدیکتر بشه، برای که برای روسیه هم اهمیت اساسی داره که در این منطقه در واقع ترکیه و حتی اسرائیل حرف آخر رو نزنه. اون مشکلاتی که اسرائیل در سوریه برای روسیه به وجود میاره در این منطقه بیادنشه. در واقع به چنین راه حلی رسیدن و صحبت از یک پدیده سه مطرح میشه، سه کشور قفقاز جنوبی با سه کشور بزرگ همسایه مانند ایران، ترکیه و روسیه مذاکره بکنن و این مشکلات حل بکنن. و طبیعتاً در واقع امروز آقای عبداللهیان در مسکو این توافق رو با لاروف به وجود آورده که چنین پدیده‌ای به وجود بیاد و مذاکراتی انجام بشه. خیلی مسئله جالبه. به عراق اشاره کردی و صحبتهایی که بین عربستان و ایران داره صورت میگیره. خیلی خنده‌دار داستان که خامنه ای از عمق استراتژیک حرف میزنه، این که ما نمیدونم جهان شیعه و پنج پایتخت جهان رو در اختیار داریم، ولی شاهد بودیم که برای مراسم اربعین امسال نخست وزیر عراق رو به تهران دعوت کردن. محور مصاحبت این که چقدر زائر بفرستیم، اونا موافقت نکردن و اینها بالاخره یه 40-50 هزار تا آدم رو فرستادن به زور به اونجا. و در مورد عمق استراتژی در سوریه میخواستن راه پیمایی کنن، از قبرستان رقیه برن قبرستان زینب، از زینب برن پیش رقیه. در عمق استراتژیک اونجا هم بهش اجازه چنین حرکتی رو ندادن. در لبنان هم شرایطشون همینه. این ماجرای عمق استراتژیک و پایتخت، پنج پایتخت جهان، عاقبتش به کجا رسید آقای دانش نازنین؟ خب یک مطالبی رو شما مطرح میکنید که واقعا بسیار در منطقه پیچیده است و ما موقعی که نقشه
این منطقه رو در نظر میگیریم میبینیم به قدری در واقع این مسائل با هم گره خورده و پیچیده شده که راه حل آسونی رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. واقعیت اینه که منطقه بسیار اتفاقاتی که در منطقه میافته بسیار پیچیده است و امروز جالبه و امروز حتی عربستان سعودی که در کنار اسرائیل دومین قدرت همپیمان استراتژیک آمریکا در منطقه است، امروز ما می‌بینیم که قراردادهای استراتژیک با روسیه می‌بنده، قراردادهای نظامی می‌بنده که صدای آمریکا را هم در آورده. یعنی این در واقع بغرنجی منطقه باعث شده که کشورهای مانند عربستان سعودی هم اعتماد آنچنانی دیگه به قدرت آمریکا و هژمونی آمریکا و سلطه آمریکا در خاورمیانه نداشته باشن، مانند سابق جنگ سرد و یا سالهای ده ها ساله گذشته. اینا واقعیتاییست که باید بهش اشاره بکنیم. شما از پنج در واقع عمق استراتژیک ایران در منطقه صحبت میکنید و مسائلی رو مطرح میکنید که بسیار جالبه. طبیعتاً آن چیزی که بین ایران و عراق داره اتفاق میافته، دولت مصطفی الکاظمی در واقع در شرایطی است که نمیتونه اجازه بده با این بحرانی که عراق گرفته ایران بیشتر و بیشتر بتونه با نیروهاش در منطقه نقش داشته باشه، نفوذ بکنه. نفوذ کافی وجود داره، یعنی در واقع این نیروهای شیعه عراقی که در واقع همپیمانان جمهوری اسلامی بودند و در انقلاب ایران نقش بازی کردند و بعداً ایران در عراق نقش اساسی رو برای قدرت این نیروها بازی کرد. باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع این همیشه متقابل بوده، تنها این نبوده که نیروهای عراقی در داخل ایران در انقلاب ایران نقش داشتند، بلکه ایران بعد از جنگ آمریکا در عراق نقش اساسی رو برای نفوذ نیروهای عراقی که در واقع از ایران وارد این کشور شدند، به طور مثال لشکر البت، نقش اساسی رو بازی کرد در مناطق شیعه نشینان. و اینا هنوز قدرت دارن و در دستگاه‌های امنیتی، نظامی و دولتی عراق نفوذ دارن. حالا ایران میخواد در واقع طوری بکنه که میلیون‌ها زائر پای پیاده به عراق برن، به کربلا و نجف برن و باعث در واقع اختشاش بیشتر، آشوب بیشتر در این منطقه بشن. به همین خاطر آقای الکاظمی نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، برای که نقش و نفوذ شیعیان ایران در عراق به اندازه کافی وجود داره و این خود باعث آشوب و بحران زیادی تا کنون شده. در این مورد اصلا شکی وجود نداره. شما درباره این راهپیمایی که میخواست در سوریه اتفاق بیفته صحبت بکنیم. در واقع خود رژیم بشار اسد که امروز در حال اینه که خود قدرت خودش رو دوباره تحکیم بکنه، حاضر به این نیست که دوباره نیروهای زیادی به خیابون‌ها برن، باعث احساسات ضد دولتی بشن. یعنی نیروهای ایرانی، نیروهایی که باعث کشتار خود مردم سوریه شدن، در کشتار مردم سوریه نقش داشتن، سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در واقع در تظاهرات بزرگی از این مسجد به اون مسجد، از این حرم به اون حرم برن، به حرم زهرا برن و باعث این بشن که احساسات مردم دوباره احیا بشه بر علیه ایران. در واقع خود رژیم بشار اسد هم خواهان چنین چیزی نیست و جلوی چنین چیزهایی را میگیره و حتی خود روسیه که در سوریه نقش اساسی را بازی میکنه خواهان این نیست که ایران بیشتر باعث تحریک اسرائیل در منطقه بشه. یعنی در واقع اسرائیل میتونه هر زمانی که بخواد رژیم بشار اسد را ساقط بکنه و ایران باعث تحریک بیشتر اسرائیل بشه که چنین حملاتی رو انجام بده و روسیه خواهان چنین چیزی نیست. و من معتقدم که یکی از کسانی که باعث این شده که چنین اتفاقاتی و چنین تظاهراتی در دمشق اتفاق نیفته خود پوتین و دولت روسیه است. اینا واقعیتایی است که باید بهش اشاره بکنیم. ولی واقعیت دیگری هم وجود داره که ایران تونسته، جمهوری اسلامی تونسته با تمام تحریم‌هایی که در واقع مردم ایرانو به خطر اصلی انداخته، شما ببینید در کرونا 500 هزار نفر شاید بیشتر در واقع کشته شدن و این تحریم‌ها باعث این شد که در مدت طولانی حتی ایران نتونه واکسن خریداری بکنه، گرچه آقای خامنه‌ای آمد گفت که ما واکسن‌های فایزر و بیونتک رو قبول نداریم، اجازه ورود نداره. ولی واقعیت این بود که ایران پول نداشت حتی واکسن روسی وارد بکنه، واکسن چینی وارد بکنه، باید اینا رو خریداری می‌کرد.
ایران واکسن‌های چینی رو از امارات متحده عربی خریداری میکنه و بودجه نداره که بتونه در واقع به امارات متحده عربی بده. اینا واقعیتایی که باید بهش اشاره بکنیم، ولی واقعیتای دیگری هم وجود داره که ایران تونسته در منطقه در واقع مواضع خودش رو هنوز حفظ بکنه و امروز رزمایش نشون میده در مرزهای ایران بر علیه آذربایجان، تا جایی که آذربایجان داره عقب نشینی میکنه. روزهای گذشته آذربایجان در این رابطه عقب نشینی کرده و امروز ما میدونیم که آذربایجان اعلام کرد که با ارمنستان پیمان صلحی را خواهد بست. یعنی در روزهای گذشته این مطرح بود که نیروهای ایران وارد ارمنستان باید بشن و یک تقابل مشترک بین نیروهای ایران و یک سفارایی نظامی جدید بین ایران و ارمنستان برای آذربایجان باید وجود بیاد و این شاید مورد حمایت روسیه هم میتونست باشه. و امروز آذربایجان و دولت آذربایجان اعلام کرده که به زودی با دولت ارمنستان پیمان صلحی را خواهد بست. اینها واقعیت‌های دیگری است که باید مطرح بکنیم و این بغرنجی منطقه رو نشون میده. این نشون میده که منطقه به قدری بغرنجه که از یک طرف زمانی که ایران احساس میکنه که آمریکا جنگی رو با ایران شروع نخواهد کرد، این احساس قدرت میکنه که در واقع در توافق آینده اتمی در مذاکرات آینده اتمی در وین میتونه چانه زنی بکنه و از آمریکا بخواد که در واقع تمام تحریما رو برداره. عبداللهیان در سفرش به مسکو اینو مطرح کرد، در سفرش به لبنان اینو مطرح کرده. میدونیم که امروز عبداللهیان در لبنان بوده و جالب آقای بهبهانی، من همیشه به این مطلب اشاره میکنم، موقعی که شما غرب رو، سیاست غرب رو دیگه در لبنان نمیبینید، مردم لبنان 80% مردم لبنان با وضع معیشتی وحشتناکی روبرو هستن. امروز لبنان سوخت نداره. بعد از انفجار بندر لبنان امروز مردم آذوقه و حتی مواد خوراکی در لبنان ندارن. یعنی غرب موفق نشده. تعجب آور برای من، آمریکا و تمام اتحادیه اروپا و سازمان‌های ناتو و بزرگ جهانی موفق نشدند در واقع آذوقه کافی، سوخت کافی به این کشور وارد بکنند. آقای عبداللهیان امروز وارد لبنان میشه، با رهبران لبنان مذاکره میکنه، با نخست وزیر لبنان مذاکره میکنه، با رئیس جمهور لبنان مذاکره میکنه و در یک کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه لبنان مطرح میکنه که ما نه تنها سوخت شما رو تامین میکنیم، ما حاضریم بندر بیروت را در مدت کوتاهی بازسازی بکنیم. توجه بکنید، یعنی چنین ادعایی رو در لبنان میکنه و میگه ایران آماده است در مدت 18 ماه آینده دو نیروگاه عظیم برق براتون بسازه. توجه بکنید، موقعی که فقدان غرب در این کشور وجود داره، چه تعجبه برای ما که جمهوری اسلامی چنین کار رو بکنه و در پایتخت لبنان چنین ادعایی رو بکنه و در واقع وزیر امور خارجه کشور بتونه با سه رهبر بزرگ این کشور ملاقات بکنه و اونا هم استقبال بکنن از این صحبت آقای عبداللهیان. خب معلوم، شما استقبال نمیکنی؟ یکی بگی آقا من شما رو هر شب بخوام ببرم شام و نهار مجانی بهت بدم. اما یادمون نره که حتی این کشتی های سوختی رو که میفرسته، اینا بنزین و گازوئیل نیست، اینا اعظمش مازوته، فقط نمایشه. و حتی حزب الله در لبنان این داستان رو دروغ میگه به دلیل اینکه هیچ از شدت صفا توی پمپ بنزین ها کم نشده. بذارید پرسش آخر رو در این زمینه قرار بدم و از شما بپرسم که وقتی این عبداللهیان به سه کشور اروپا حمله میکنه، یعنی آلمان و انگلیس و فرانسه رو میگه اینا حرفاشون بی اساسه و اینها، و پیام شفاهی آمریکا رو هم قبول نمیکنم، این آینده رو چجور میبینی؟ یعنی تا کجا میتونه پیش بره در حالی که اسرائیل، خب ما شاهدیم میبینیم که فخریزاده رو با مسلسل هوشمند میزنه، بعد اون وانت منفجر میشه، بعد اون یکی میگه این از رو هوا زد، اون میگه از رو زمین زد، بعد یه آدمی رو قلابی از اعضای خودشون، یه آدمی به نام سایان رو ارده بودن تو تلویزیون
میگفتن این نمیدونم قهرمانه و اینجوره و اونجوره و بعد پسر رفت ترکیه گفت من امام زمانم، بعد حالا اونو گرفتم میگن اینو ما گرفتیم و کشتیم و این سردسته اسرائیلیا بود. خب واقعیت قضیه اینه که اسرائیلیا اومدن میتونن بیان، مدعیه که من در ظرف 7 ساعت چندین گاف صندوق و دراشو باز کردم، بعد اسناد رو بردم به اسرائیل، و خود جمهوری اسلامی هم اذعان میکنه از محسن رضایی تا دیگری همه این رو اعتراف میکنن. در چنین شرایطی که دست و بالش بسته، میزشو میفرسته به روسیه، وقتی برمیگرده اسرائیلیا درش مواد کار گذاشتن. در یه چنین شرایطی تا کجا میتونه پیش بره؟ این بالاخره برجامو امضا نمیکنه، چه اتفاقی فکر میکنی برش میفته؟ ببینید در این مورد باید توجه بکنیم به چند مطلب. یکی این که با تمام این که سایت های اتمی ایران و اسرائیل زد، سایت نتنز زد همین در هفته گذشته، یکی از مراکز مهم تحقیقاتی سپاه پاسداران در رابطه با موشک‌های بالستیکی را اسرائیل زد. ما می‌دونیم سایت کرج را اسرائیل زد. ما می‌دونیم محسن فخری‌زاده را همونطوری که نیویورک تایمز افشا کرد اسرائیل در واقع به قتل رسوند. ما می‌دونیم که دانشمندان اتمی ایران و اسرائیل به قتل رسوند. در این مورد دیگه اسنادی وجود دارن که انکار ناپذیرند. در این مورد شکی وجود نداره. و مضاف بر اون تحریم های حد اکثری که قرار بر این بود که ایران حتی نتونه یک بشکه نفت صادر بکنه را آقای ترامپ انجام داد. ولی به این مطلب باید اشاره بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم سرکوبگر و غارتگر، مردم ایران براش مطرح نیستن. حفظ خودش در اولویت قرار داره. و اینکه امروز اکثریت مردم ایران در فقر مطلقن و در واقع در مشکلات معیشتی عظیمی قرار دارن اصلا براش مطرح نیست. این مطلب اولی است که باید اشاره بکنیم. مطلب دومی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که جمهوری اسلامی با تمام این ضرباتی که خورده موفق شده، و اینو خود سازمان‌های امنیتی خارج از کشور، یعنی در واقع CIA آمریکا، MI6 انگلستان، سازمان موساد و دولت آمریکا کاخ سفید مطرح می‌کنند که امروز داره در واقع اورانیوم با خلوص 60% تولید می‌کنه، در واقع داره فلز اورانیوم تولید می‌کنه که فقط در ساخت بمب اتمی در واقع مورد استفاده است، و امروز یک ذخیره عظیم غنی شده اورانیوم در اختیار داره که میتونه بمب اتمی رو بسازه و هیچ فاصله به اون نداره که بتونه به زودی تا خلوص 90% اورانیوم غنی بکنه و بمب اتمی رو بسازه. خب سوال در اینجا مطرح است که آیا جمهوری اسلامی موشکایی رو داره که بتونن در واقع کلاهک‌های اتمی رو روش سوار بکنن یا بتونه اصلا کلاهک اتمی بسازه؟ اگه یادتون باشه آقای بهمانی همیشه در مورد کره شمالی، در همون سالهایی که آقای ترامپ حاضر به مذاکره با کره شمالی شد و کره شمالی چندین انفجار اتمی انجام داد و موشک‌های در واقع با برد کوچک رو شلیک می‌کرد، همیشه متخصصین غرب و بزرگترین فیزیکدانان آمریکا و متخصصین آمریکایی می‌گفتن که فاصله کره شمالی تا داشتن موشک‌های قاره‌پیما و اینکه کره شمالی بتونه در واقع بمب‌های اتمیشو روی موشک‌ها سوار بکنه 10 سال 20 سال طول می‌کشه. واقعیت این بود که همون زمان کره شمالی تمام این تجهیزات رو در اختیار داشت و بعداً همون متخصصین آمریکایی و کاخ سفید که چنین ادعایی رو داشتن پذیرفتن که کره شمالی در واقع چنین تأسیساتی را در اختیار داره. در رابطه با جمهوری اسلامی هم ما نمیدونیم و هیچ کس واقعا نمیدونه که جمهوری اسلامی در چه مرحله قرار داره که امروز میتونه اورانیوم رو در سطح 60% غنی بکنه، فلز اورانیوم تولید بکنه که فقط در بمب اتمی مورد استفاده است. اینا مسائلی است که باید بهش اشاره بشه و جمهوری اسلامی چنین ادعا میکنه که اگه آمریکا تحریما رو بر نداره، در واقع در این راه، در این مسیر سیاست اتمیشو ادامه خواهد داد و تا 90% خلوص اورانیوم هم پیش خواهد رفت. یعنی اینکه امروز خب میدونم، ولی چه گارانتی بعد ایران میده به غرب که
اگر تحریم رو برداشت بعد اون این کار رو نکنه. ببین یه چیزی خامنه ای میگه که من بخاطر این مطلب اشاره بکنم بعدا به سوال اصلی شما برسم. در واقع ببینید ما اولا به این مطلب اشاره کردیم که آمریکا خواهان جنگی نیست، خب این مطلب رو حل کردیم. دومی که جمهوری اسلامی مردم ایران و سرنوشت مردم ایران براش اهمیتی نداره، این مطلب سومه. سوم اینکه جمهوری اسلامی در واقع برای چانه‌زنی و پیشرفت اهدافش داره در واقع تا خلوص 60% داره اورانیوم غنی میکنه و در واقع هیچ فاصله ای نمونده، بلافاصله میتونه تا 90% هم اورانیوم غنی بکنه و امروز فلز اورانیوم داره تولید میکنه. یعنی اینا قدم هاییش که وجود داره و سوال اینه که موقعی که آمریکا خواهان جنگی نیست، برنامه بی آمریکا چیست؟ برنامه بی آمریکا اینه که دوباره تشدید بکنه تحریما رو. ولی کدوم تحریما رو؟ یعنی در واقع اون کاری رو که آقای ترامپ کرد و تمام برگ های آمریکا رو سوزون این بود که تحریم های حداکثری تا آنجایی که تونستن تحریم کردن. دیگه چه تحریم هایی میخوان بکنن که در واقع مردم ایران به فلاکت بیشتر نیافتن؟ این تحریمی دیگه وجود نداره. یعنی بنابراین برنامه بی آمریکا و اسرائیل تحریم‌های اضافی است و گفته میشه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از توافق اتمی 2015 دوباره احیا بشه. اون تحریم‌ها همه احیا شده، همه کشورها دارن اون رو اجرا میکنن. دیگه نباید اون تحریم‌های قبل از توافق اتمی مال شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قطعنامه‌های 6 قطعنامه اتخاذ شده دوباره احیا بشه. در واقع تمام این تحریم‌ها داره اجرا میشه و کارآرایی نداشته و جمهوری اسلامی در این رابطه داره پیشروی میکنه و این مسئله اهمیت داره که به این مطلب اشاره بکنیم. و جمهوری اسلامی معتقده که اگه شما تحریما رو بر ندارید ما در واقع به پروژه اتمی خودمون در مسیر اتمی شدن ادامه میدیم و امروز زمزمه های زیادی در این مورد وجود داره در داخل حاکمین جمهوری اسلامی که بمب اتمی بسازید. و اینو مشکلاتی که در مقابل آمریکا وجود داره و آمریکا خواهان اینه که ایرانو به در واقع توافق اتمی بکشونه. و جالبه که در هفته گذشته خود کشورهای اروپایی، سه کشور اروپایی که شما مطرح کردید، به ویژه فرانسه اینو مطرح میکنه که از چین و پکن میخواد که در واقع به توافق اتمی برگرده. یعنی از پکن خواستن که به ایران فشار بیاره که ایران به توافق اتمی برگرده. ما در این شرایط قرار داریم آقای بهوانی و اینکه تضمین ایران چیه، زبانی که آمریکا تحریم ها رو برداره، تضمین ایران اینه که آژانس بین‌الملل اتمی دوباره کنترل تمام تأسیسات اتمی ایران رو به دست بگیره. این تضمینی است که ایران ادعا میکنه به آژانس بین‌الملل اتمی میده. بسیار ممنون و متشکر از شما. این رو میذاریم در فرصت دیگر با شما ادامه میدیم. از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما آقای دانش. سپاسگزارم. تشکر. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای دانش نازنین رو، امیدوارم کمک کنه روشن بشیم ببینیم که وظیفه من و تو چیست. همین. ممنون.